استاد شیرین عزیز، شما چون در حال حاضر مشغول به تدریس هنر خوشنویسی هم هستید، در ضمن تدریس به چه یافته هایی دست پیدا کردین که هم به خودتون کمک کرده برای پیشرفت کارتون و همین که باعث شده که حالا تدریس بهتری داشته باشید؟ در مورد این مورد ها مثلا صحبت کنید، ممنون میشه. ببینید، خوشنویسی ایرانی میتونیم در چند بخش به اون وارد بشیم. یکی بخش تکنیک و مهارته که در هنرهای دستی و هنرهای شرقی هست. یکی بخش بالا بردن تمرکز و آرامشه که اون هم در باز فنون شرقی، چه از رزمی و چه از شمشیرزنی و حتی خط شرقی که ژاپنیا و چینی ها هم دارن اون خط رو و ما ایرانی هم داریم، که برای بالا بردن تمرکز و رسیدن به آرامش، مدیتیشنی که میگن، یکیش اینه. به نقل از خیلی از اساتید، من جمله استاد دکتر الهی قمشه‌ای که میگفت خوشنویسی میکنیم برای رسیدن به آرامش، برای اینکه تمرکزمون بالا بره و جهان پیرامون بهتر بشناسیم. اگر یک کسی صرف نظر از اینکه خطات فقط نباشه و درگیر تکنیک نباشه، وارد این ماجرا بشه، این کمکش میکنه. حالا کلاس های بنده یا کلاس های خوشنویسی یا گروهی یا خصوصی، گروهی ها یه فضای اجتماعی ما ایجاد میکنیم که دوستان، دخترها، پسرها، خانمها، آقایون در کنار هم دیگه با هم تبادل اطلاعات دارن. همونطور که میدونید، خوشنویسی ایرانی ارتباط مستقیمی با ادبیات که ما بیشک بزرگترین گنجینه ادبیات شعر و ادب و نوشتن نوشتاری دنیا رو داریم. همه میدونن، اذعان دارن، حتی خود خارجی هم میدونن، حالا نمیپردازن اون بخش استعماری که همیشه در هست در این سیطره و تفکری که دارن. اما پس یه ارتباط مستقیم با ادبیات داریم و یک ارتباط مستقیم با آواز ایرانی داریم. دستگاه های ردیف آوازی ایرانی، 7 دستگاه معروف، ماغور، نوا، همایون، سگاه، چهارگاه، خدمتون عرض کنم راست پنجگاه، این خوشنویسی ایرانی حتی حال هوا فضاسازی هاش هم طبق گفته اساتید مثل استاد فقید محمد رضا شجریان و دیگر اساتید خیلی نزدیک به این قضیه. من در کلاسام تلفیق میکنم، یعنی اگر خانوم یا آقای شاعر باشن از وجودشون استفاده میکنیم در کلاس، بچه ها اتود بزنن، گوش کنن، صداشون رو ضبط کنن. در این 30 سالی که بنده مدرس بودم، هیچ وقت موسیقی از کلاس بنده قطع نشده. شما، من به خاطر حساسیتی روی ماجرا دارم، هیچ وقت موسیقی از کلاسام قطع نشده و عرض کردم که اساتید فقیدی هم چون بنان، شجریان، قوامی، زلی، نادر گلچین و دیگر اساتید در کلاس من همیشه جاری بوده و بچه‌ها همزمان که خط تمرین می‌کردن، کشش‌ها رو انجام می‌دادن، مفصل‌ها رو ایجاد می‌کردن، اتصالات رو ایجاد می‌کردن، گوششون هم تمرین می‌کرد که آواز زیبای ایرانی رو بشنون. کلاس‌های خط بند گروهی‌ها این فضای اجتماعی رو داره. حتی ما سعی می‌کردیم بچه‌ها جشن‌هاشون، غم‌ها و شادی‌هاشون هم به کلاس بیارن. اگه کسی ازدواج می‌کرد، کسی تولدش بود یا به هر شکل، ما جشن رو اونجا می‌گرفتیم. حالا در منزل اگه خودش خصوصی می‌گیره، همه رو شریک می‌کردیم. کسی خدای نکرده عزادار می‌شد، کل کلاس ما با اون غم اون شریک می‌شد که بدون جزو این گروه و جزو این مجمع و محفل خوشنویسی. کلاس‌های خصوصی خب معمولاً برای کسانی که یا نمی‌رسن گروه بیان یا هم که تخصصی میخوان کار کنن. بنده از شهرهای مجاور شاگرد دارم، اون فضاش خب فرق میکنه، تکنیکال تره، ولی اونها هم در کنار خوشنویسی ما سعی میکنیم که با ادبیات بیشتر دوست و رفیق بشن، چیزی که در نسل امروز متاسفانه مقدار خاطر فضای مجازی و گوشی و ماهواره و غیره دور شدن بچه از کتاب خواندن و داستان و رمان و شعر. این دوستی و مفارقت رو من براشون ایجاد میکنم و همینجور عرض کردم موسیقی. من دوست دارم بچه ها به بهانه ساز زدن، به بهانه طراحی، به بهانه خوشنویسی بتونن بهزیستی رو، درست زیستن رو یاد بگیرن. شاگردام رو تشویق به ورزش میکنم، تشویق میکنم به درست خوردن، درست چشیدن، درست نفس کشیدن. در مراحل تکنیکال خوشنویسی به خصوص در دانگ های پایین مثل کتابت و غبار، یکی از تمرینات خیلی مهم تمرین تنفسه. شاید خیلی‌ها ندونن که یه خوشنویس باید بتونه تسلط بر نبض و بر تنفس
خوشلیس اینجا واژه خوشلیس برای اساتید خوشلیسی که به صورت تخصصی کار میکنن اطلاق میکنم، نه دوستان خطاتی که بالاخره در حاشیه هستن. به همین خاطر این موضوع خیلی برای من جدیه و من در حوزه هنر اصلا شوخی نمیکنم با شاگردام، میدونم خیلی حوزه مقدس و جدیه و خودشون میدونن که این ماجرا چجوریه. به همین خاطر تلفیق این ماجراهاست که بتونن زندگی خوبی داشته باشن. ما هیچ برتری به آدم عامه نداریم، برتریش برای روح ما و نفس ماست که ارتقا پیدا میکنه و اینکه شاید در یک حوزه یک مورد ما تجربه و برداشت‌های بالاتر یا متفاوت‌تری از دیگران داشته باشیم. اینو به بچه‌ها یاد میدم که خدای نکرده دچار نخوت و غرور و کبر نشن که اونا رو از جامعه دور بندازن. من با دور افتادن از مردم و دور افتادن از آدم‌هایی که نیستن در هنر موافق نیستم. دوست دارم اونها هم در این زیبایی‌ها شریک باشن. روز بخیر. بله بسیار عالی، نکات بسیار خوب و مفیدی رو فرمودید. چه خوب میشه که ما یه گفتگوی دیگه داشته باشیم که موضوعیت داشته باشه در مورد همین روش تدریس و کارهایی که شما در کلاس انجام میدین، که این سمینار به شکل این حالتی که شما سخنران این سمینار هستین و دوستان دیگه هم از خوشنویسان، از اساتید خوشنویسی میتونن حضور داشته باشن و در این گفتگو شرکت کنن و یا مثلا سوالی چیزی داشته باشن بپرسن. فکر میکنم خیلی نتیجه خوبی داشته باشه به خاطر این تجربیات شما. موافقید؟ بله. بله، هر زمانی که لازم بود و فرصت شد. من نمونه چیز اینجا دستم هست، این یه نمونه سیاه مشقه. چون صحبت شد، این یه نمونه سیاه مشقه. صحبت از چلیپا شد، برای که دوستانی که آشنا هستن یه نمونه چلیپا از خطای مورب با زاویه 45 درجه است که اکثر دوستان دیدن و اینا البته اشعار خیام. من به همشهریمون خیلی ارادت دارم، از اشعار خیام زیاد استفاده کردم. رباعیات کاملا همش برای چلیپا ساخته شده. بله بله، رباعی نویسی یا چهار پاره یا به قول استاد کزازی چهارانه های خیام رو خوشنویسا میپردازن به خاطر قالب چهارتایی که داره. بر شما بسیار عالی.